هی hey گایز بچه میدانم که حالتون عالی باشه من مستر خوبخوپ هستم و با یک ویدیوی دیگه از اختلالات الکتریکی به سراغتون برگشتم دوستان در واقع این ویدیو آخرین ویدیو از مجموعه اختیارات الکتریتی و راجع به هایپر و یا افزایش منیازم خون قرار صحبت کنیم. در ویدیو قبلی راجع به هایپو و یا کاهش منیازم خون صحبت کردیم که توی این ویدیو قرار کل علائم برعکس بشه، علت برعکس بشه. پس اگر میخوای علائم، علت، مداخلات پرستاری، اقدامات درمانی و حتی نوار قلب در هایپر و یا افزایش منیازم خون رو قشنگ سلطان بشی کافی این ویدیو رو با من همراه باشی دوستان مثل همیشه اگر دارید ما رو از یوتیوب تماشا میکنید حتما حتما یادتون نرسید لایک کنید سابسکرایب کنید و زنگوله بغلیشان بزنید که اولین نفری باشید که اگر ویدیو آپلود کنیم قشنگ بتونید ببینید و اگر دارید از اینستاگرام ما رو فالو میکنید مثل همیشه دوستان حتما حتما فالو کنید لایک کنید کامنت بذارید و البته ویدیو رو سیف کنید و برای اینکه از ما حمایت کنید این ویدیو رو برای اشخاصی که فکر میکنید نیاز دارن حتما حتما همین الان بفرستید دوستان بریم ببینیم ماجرای هایپر مگنیزی ایمیا چی هستش Let's do this guys <موسیقی> 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 خب دوستان ما عنوان یک مستر پسند اول باید بریم سراغ ریشه کلمه بیماری یعنی هایپر ایمیا دوستان در زبان انگلیسی به منیازم نمیگم منیازم میگن مگنیزیم مگن مگن مگن. خب دوستان هایپر همونطور که در ویدیو قبلی گفتیم هایپر به معنای افزایشه مگنیز که گفتیم در زبان انگلیسی میگم مگنیزیم مگنیز یعنی منیزیم ایمیا هم که مطمئنا در واقع کلمه معروف و سلبریتی شماست که در کل ویدیو وجود داشته ایمیا به معنای خون هستش مطمئنا همتون تون و نیاز به توضیح اضافه ای نداره هایپر مگنیزی ایمیا یعنی افزایش منیزیم خون حالا مثل کدوم منیازم منیازمی که داخل سلول منیازمی که خارج از سلول کدوم منیازم دوستان ببینید ما دو فضا داریم فضای داخل سلولی و فضای خارج از سلولی فضای خارج از سلولی شامل فضای میان بافتی و خونه خونی که توی عروق ماست مایه که اطراف سلول ها در میان بافت قرار داره و یک سری از فضا داریم در داخل خود سلول نه اگر قشا سلول در نظر بگیری پشت قشا سلول در داخل خود سلول بین قشا و هسته هستش این مایه رو ما نمیتونیم اندازه گیری کنیم محتویاتش هم نمیتونیم اندازه گیری کنیم پس به این مایه و محتویاتش کاری نداریم یعنی منی از موجود توی سلول رو ما کاری نداریم به منیزیم خارج از سلولی یعنی فضای خارج از سلولی یعنی هم فضای میان بافتی و خون ما به اون منیازیوم دوستان نیاز داریم اون معنی که برای ما مهمه و وقتی میگیم هایپر مگنیزیمیا یعنی افزایش منیزیم فضای خارج از سلولی در خون و مایه میان بافتی اینو خواستم بگم که قشنگ گیج نشید که دقیقا کدوم منیزیم مد نظر ماست خب دوستان نرمال منیزیم یک و دو و یک میلی اکیوالان بر لیتر هستش وقتی میگیم هایپر منیزیم یعنی افزایش منیزیم وقتی اتفاق میافته که شما منیزیم خونتون به بیشتر از دو و یک میلی اکیوالان بر لیتر هستش وقتی که افزایش پیدا میکنه از این مقدار ما میگیم هایپرمنیزیمی رخ داده اما برای اینکه بهتر بتونیم علتها و علائم رو بفهمیم و درک کنیم دوستان باید بتونیم و بفهمیم نقش منیزیم در بدن چی هستش یعنی اینکه منیزیم در بدن ما چه کار میکنه که بتونیم اگر افزایش یا کاهش پیدا کنه بتونیم بفهمیم دقیقا علت چی هستش خب نقش های منی از ما همطوری که توی ویدیو قبلی تایپ و مگنیز ایم یا صحبت کرده بودیم در اینجا میخوام راجبش بهتون بگم دوباره یک یکی از مهمترین نقش هایی که منیزم داره اینه که ذخیره انرژی و تبدیل انرژی رو داره یعنی منیزیم باعث میشه که مثلا گلوکوز شما تبدیل به یک ATP بشه و این ATP مصرف بشه و مثلا مغز شما کار کنه قلب شما کار کنه حالا فرض کنید منیزیم نباشه خب این تبدیل انرژی اتفاق نمیفته و اگر تبدیل انرژی اتفاق میفته دیگه اعضای بدن کار نمیکنن و مرگ رخ میده پس یک از مهمترین نقش های دو کنترل فشار و خون دوستان یکی دیگه از کارهایی که منیزیم انجام میده در ویدیو قبلی هم گفتیم منیزیم باعث کنترل و جلوگیری از افزایش فشار و خون میشه یعنی منیزیم فشار و خون تنظیم میکنه و باعث میشه که فشار و خون یک دفعه این نره بالا و آروم میکنه فشار و خون رو اینم دقت کنیم سه انتقال پیام دوستان منیزیم جلوگیری میکنه از انتقال بسیار زیاد پیام یعنی آروم میکنه قشاع سلولو جلوگیری میکنه از تحریک پذیری زیاد و باعث استیبل کردن قشاع سلول میشه و چهار تنظیم پی اچ و کلسیوم منیزیم دوستان یک ماده هستش که قده های پاراتیروئید نیاز دارن برای تولید هورمون های پاراتورمون و یا هورمون های پاراتوریدی برای چی برای تنظیم کنن... تنظیم کردن کلسیم خون دوستان کلسیم خون با هورمون های پاراتوریدی یعنی از غده های که تولید میشه تنظیم میشه و برای تولید این هورمون ها قده پاراتورید نیاز به منیزیم داره و در وقتی میبینیم منیزیم ما دچار اختلال میشه کلسیم ما هم دچار اختلال میشه پس این دوتا با هم رابطه خیلی نزدیکی دارن خب الان بریم سراغ علت های افزایش منیزیم خون یک یکی از مهمترین علت ها دوستان افزایش مصرف منیزیم یک فرد غذاهایی که منیازم بالایی دارن مثل آووکادو که ما استفاده زیاد نداریم مثل ماهی مثل موز مثل سبزیجات سبز مثل مغزها مثل کره بادام زمینی اینها غذایی هستن که محتوا اینها غذاهایی هستن که حاوی مقدار زیادی منیزیم هستن پس میبینی یک فرد میزان دریافت منیزیمش خیلی بالاست و این باعث هایپر مگنزیمیا میشه در اون فرد این یکی از علتهای بدیهیشه دو کاهش دفع منیزیم. یکی دیگه از علتها اینه که دوستان منیزیم توسط کلیه‌ها دفع میشه اگر کلیه‌ها دچار نارسایی داشته باشن و یا اگر کلیه‌ها دچار آسیب بشن خب منیزیم ممکن دفع نشه و این عدم دفع منیزیم و محبوس موندنش توی خون باعث ایجاد افزایش منیزم خون و یا هایپر مگنیزی ایمیا ها میشه سه یکی دیگه از علت هایی که ممکنه باعث افزایش منی میشه آدیسون هستش یا کاهش میزان تولید هورمون های در واقع قده فوق کلیوی در واقع مثل آلدسترون اینها وقتی که کاهش تولید داریم پوتاسیوم در واقع کمتر دفع میشه و این موندن پوتاسیوم به دلیل عدم کار کردن قده فوق کلیه باعث افزایش منیزیوم خون میشه دوستان و اینها در ارتباط نزدیکی با هم هستم پس اینم داشته باشید که آدیسون باعث افزایش منیزیم میشه خب اما یکی از مهمترین نکات دوستان یکی از مهمترین نکات اینه منیزیم پلیس بدنه اینو توی ویدیو قبلی هم گفتن دوستان منیزیم پلیس بدنه پلیس باعث حفظ آرامش میشه منیزیم باعث حفظ آرامش بدن میشه نمیذاره فشار و خون بره بالا نمیذاره ضربان قلب بره بالا نمیذاره که بدن زیاد تحریک پذیر بشه نمیذاره انتقال پیام زیاد اتفاق بیفته نمیذاره بیقراری اتفاق بیفته پس همه اینها رو نمیذاره حالا فکرشو بکنید که اگر خیلی میزان منیزیم بالا باشه یعنی تعداد پلیس خیلی بالاست این باعث این میشه که فشار و خون به ترس بیاد بالا که ضربان قلب به بیاد بالا و در محدوده پایین قرار میگیره و این علائم بعدی رو توجیح میکنه بریم ببینیم علائم هایپر مگنیزی چیه وقتی که ما افزایش منیازم داریم همه بدن آرومه گفتیم منیازم باید آرامش میشه حالا که افزایش پیدا کرده آرامش پیش از حد فکرشو بکنید قرار چی بشه خب یک بدن که فرد لوتارژیکه خستگی داره نمیتونه تکون بخوره به خاطر آرامش بیش از اندازه منیازیوم دو کاهش رفلکس ها میرید رفلکس های عمقی برخلاف کاهش منیازیوم که خیلی شدیدتر میشدن در افزایش منیازیوم خیلی ضعیف میشن و شما حتما باید ضربه خیلی قوی بزنید که رفلکس ایجاد بشه سه کاهش بی پی همونطوری که گفتم فشار خون از منیازیم میترسه وقتی که منیازیم میزانش زیاد باشه فشار خون زیاد میاد پایین و میبینی این افراد هایپوتنشن دارن چهار کاهش و هارت ریت بازم هم همین ماجراست ضربان قلب از منیزیوم میترسه اگر منیزیوم بره بالا زربان قلب میاد پایین و باز هم به خاطر ماجرای هایپر آرامشی که اتفاق میفته و پنج خستگی و ضعف که باز هم توجیه پذیره شش ارست تنفسی تنفس هم همینطور ازولات تنفسی به خاطر اینکه که و بالاس آرامش بیش از اندازه رو اختیار میکنن و در نتیجه باعث ایجاد عرص تنفسی باعث ایجاد در واقع دیسترس تنفسی و همه این اتفاقات میشه دوستان خب الان بریم سراغ در واقع جی و چه چیزهایی رو شما میتونید توی نوار قلب این بیماران ببینید شما دوستان توی نوار قلب این بیماران شما میتونید QRS پهن شده رو ببینید اگر اینجا باشه یک QRS بسیار پهنی رو شما میبینید که باز شده و PR طولانی رو میبینید یعنی P تا R اینجا طولانی میشه خب دوستان پس PR طولانی رو شما خواهید دید QRS پهن رو خواهید دید و البته بلاک های قلبی چون قلب خیلی آروم شده بعضی از تحریک رو نمیگیره و بلاک نشون میده و در شما میبینید بلاک قلبی اتفاق میفته و اگر این وضعیت کنترل نشه قلب یه جایی میره که اصلا دیگه منقبض نمیشه به خاطر آرامیشه پیش از اندازه و عرست قلبی اتفاق میفته دوستان پس خیلی مهم اقدامات پرستاری چه هستن شما با یک پرستار باید چه کار کنید مثل همیشه برای اختلالات الکتریکی مهمترین چیز مانیتورینگ قلبی بیمار ممکنه قلب بیمار ارست بکنه دو چک منیازم شما باید منیازم رو هر دو ساعت چک کنید که ببینید منیازم هنوز بالاست پایین اومده طبق درمان پاسخ داده و یا خیر EKG شما باید EKG رو بگیری از بیمار و تشخیصش هم بدی نه فقط اینکه EKG ای رو بگیری و بذاری رو پرونده باید بتونی تشخیص بدی چک رفلکس ها گفتیم واسه کاهش رفلکس می شما باید چک میکنید که هنوز کاهش داره یا ارزش پیدا کرد یا برعکس شده چه اتفاق افتاد جلوگیری از سقوط بیمار خسته است لوتارژیکه منیزومش بالاست ممکنه سقوط بکنه از تخت نرده ها رو بالا ببرید حواستون بیمار باشه که جلوگیری بکنیم از سقوط و سایر عوارض خب تغذیه کم منیزیم دوستان این افراد باید منیزیم کمی استفاده کنن غذاهای که منیزیم کمی دارن خب این غذاها رو با شما بدونید به عنوان یک پرستار و آموزش بدید دوستان غذاهایی که منیزیم کمی دارن شامل آووکادو که ما زیاد استفاده نداریم، کرهی، بادام زمینی، موز، مغز، سبزیجات و ماهینا غذاهی هستند که باید به بیمار بگید و که استفاده نکنه و همراه بیمار دقت کنه. و چه که محل آی وی هست شما ممکنه بیاید کلسیم گلوکونات به این بیماران بدن طبق دستور پزشک کلسیم گلوکونات ممکنه باعث ایجاد نکروز و محل آی لاین بشه حتما اونجا باید چک بشه دوستان. خب دوستان این بود ویدیو هایپر میاد و آخرین ویدیو اختلالات الکتریتی امیدوارم که این مجموعه یعنی مجموعه اختلالات الکتریتی که شامل کلسیوم، سودیوم، پوتاسیوم و منیزیم چهار الکتریت مهم بودن لذت برده باشید تا ویدیو بعدی خدایا رو نگه دارد.